بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود بر روان همه جانباختگان در راه ایران زمین، به ویژه پرسنل نیروهای مسلح و همینطور تمام جانباختگانی که در این 3 سال اخیر در کف خیابان به ضرب گلوله جمهوری اسلامی کشته شدند یا در زندانها از بین رفتند و یا اینکه خانواده هاشون بی سرپرست شدند. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران رو امروز در خدمت جناب آقای جهانگیر لقایی که از سازمان پشتیبانان دموکراسی در ایران بودن و مدتی هم یکی از سازمانهای جبهه هماهنگ مبارزان بودن تقدیم حضورتون میکنم. آقای لقایی اقتصاددان هستند و کنشگر سیاسی که به قول معروف به هر حجره یا مکتب سیاسی هم یک سری زدن تا راه درسته رو برگزینند، ولی در مجموع مانند من نصر اصفهانی هر سامانه‌ای رو که ملت برگزینه ایشون هم بر اون گردن می‌نهد. جناب لقایی به برنامه خیلی خوش آمدین قربان. خیلی متشکرم از شما، درود بر شما و تشکر از دعوتتون که من رو دعوت کردید و همینطور درود میفرستم به همه همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستم. بسیار سپاسگزار. بنده هم از جناب عالی بسیار سپاسگزار هستم که این دعوت رو با نوتیس خیلی کوتاه قبول فرمودید و در این برنامه شرکت فرمودید. البته باید یادآوری کنم که همونطوری که گفته شده، دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن که یافت می نشود، جسته ایم ما. گفت آن که یافت می نشود، آنم آرزوست. این وصف حال جناب عالی قربان. عرض کنم که بنده قبل از اینکه پرسش های مفصلم و خدمتون تقدیم کنم، امیدوارم که فرصت کافی باشه که بتونیم به تمام پرسش ها پاسخ بدیم، ولی باید یه نکته یادآوری کنم که در 2 هفته پیش که ما برنامه داشتیم با آقای دکتر قوی دل، در اونجا صحبتی شد که برای بعضی این توهم پیدا شد که ایشون بیشتر جهانگرایی مورد نظرشون هست تا ایرانگرایی، ولی ایشون رسما پاسخ دادن که منظور این است که ایرانگرایی تنها چاره همه دشواری‌ها نمیشه، ما باید ایران رو در قالب جهان بررسی بکنیم به صورت مجرد و تنها یه جزیره تنها نیست قربان. البته قرار شده در برنامه بعدی ایشون خودشون تشریف بیارن و توضیح بدن. حالا جناب لقایی، پرسش نخست من که در واقع مهمترین پرسش هست این است که میخواستم ببینم که جناب عالی با این پژوهش های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در این سالیان دراز کردین، یه مقایسه از اوضاع اقتصادی الان در حال حاضر در جمهوری اسلامی در این 5 سال آخر به خصوص و اون 5 سال قبل از رویداد سال 57 بفرمایید قربان، به خصوص از نظر مقایسه قدرت خرید یک کارگر معمولی از نظر خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، سلامتی، آموزش و بقیه مطالبی که مورد نظر اون هست. البته این سوال قسمت دومم داره، میخواستم این قسمت اولش رو پاسخ بفرمایید تا بعد بریم به قسمت دوم. بسیار متشکر میشم. با تشکر مجدد از شما، این خب تقریبا روشن هست که ما در قبل از این فاجعه سال 57 که بر سر ملت ایران آمد، رشد اقتصادی ایران به خصوص در دهه 50 حتی به 18% و 19% هم رسید، یعنی از اوائل 1340 رشد اقتصادی ایران 2 رقمی شد، یعنی رفت به 10% و بالای 10% و در دهه 50 رشد اقتصادی ایران همیشه بالای 13% در 14% بود. خب
وقتی که رشد اقتصادی بالا باشد، یعنی اینکه سطح زندگی مردم هم بالاتر هست و بالاتر میره و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم داره با اشتغال و نیروی کار. وقتی که یک جامعه اشتغالش بالا باشه، این روشن هست که قدرت خریدش بیشتر هست. ولی یه مقایسه اگر خیلی کوتاهی توی این زمینه بشه، ما مثلا در سال 56 وقتی یک دیپلمه‌ای که تازه از دبیرستان آمده بود بیرون و خدمت سربازیش رو انجام داده بود در ادارات دولتی که معمولاً کمتر از بخش خصوصی حقوق میدادن، حداقل با 1700 و یا 1800 تومان استخدام میشد و اون موقع میشه گفت که یک سکه تمام پهلوی که اصطلاحا میگفتن یا یک سکه کامل یک چیزی حدود 350 تومان بود. یعنی میتوانست با یک ماه حقوقش حدوداً 5.5 سکه یا 5.7 سکه خریداری بکنه و امروز حداقل دستمزد زیر تعیین کردن، اگر قیمت سکه که البته به 16000 تومان هم رسید با فرض کنیم 16 میلیون تومان هم رسید، فرض کنیم 13 میلیون تومان باشه، با 6 ماه حقوقش میتونه یک سکه بخره. یعنی تفاوت یک ماه حقوق که در قبل از به اصطلاح فاجعه سال 57 میشد با یک ماه حقوق 5.5 سکه خرید یا 5 سکه و نیمه، الان باید با 6 ماه حقوقش بتونی یک سکه بخره. خب این نشون میده قدرت خرید چقدر تفاوت پیدا کرده. و در الان ببینید آمارهای بین المللی هست، ایران از نظر خط فلاکت در بر اساس آمارهایی که گرفته شده و این رو حتی مجمع اقتصاددانان در ایران هم اعلام کردن، تازه در سال گذشته نه امسال، امسال وضعیت بسیار اسفناکتره، ایران در رده نهم قرار داره و نهمین کشور از نظر به اصطلاح فقر فلاکت اقتصادی و از نظر کیفیت زندگی ما بین 71 کشور جهان ایران 70، یعنی دومین کشور به اصطلاح هست که پایین ترین سطح کیفیت زندگی رو داره. بر اساس آماری که مؤسسه گالوب در سال 2019 یعنی یک سال پیش گرفته و اون اینکه دولت‌ها و حاکمیت‌های هر کشور به چه میزان به فکر ملتشون هستن، ما بین 209 کشور جهان ایران 209مین هست. یعنی هیچ کشوری حتی سومالی، حتی سودان، حتی چه میدونم گینه بیساو یا سوریه، عراق، تمام این کشورهایی که میبینیم دولت‌هاشون و حاکمیتشون بیشتر به فکر ملتشون هست. دیگه عمق فاجعه رو ببینید کجاست. من یه چیز اشاره کوتاهی هم بکنم. ببینید این کشتاری که در آبان ماه سال 98 شد به خاطر گرانی بنزین بود. یعنی یه دفعه بنزین قیمتش 3 برابر شد. ما این گرانی بنزین رو در سال 1347 دولت یک بار از 5 ریال گفت 10 ریال. خب تهران و برخی از شهرستان ها شروع شد. در اون موقع پادشاه مملکت در اتریش بود، اولا بلا فاصله در فاصله شاید کمتر از 24 ساعت به کشور بازگشت و قیمت بنزین از 10 ریال رسید به 6 ریال. یعنی به اعتراضات مردم پاسخ دادن، پاسخ مثبت دادن، حتی یک نفر کشته نشد و با اینکه همه کسانی که اون روز شاهد بودن و به هر حال در تاریخ هم هست، یه
تعدادی اتوبوس آتیش زدن، تعدادی از بانک ها به هر حال خسارت دید و حتی اکثر چیزی که بود گاز اشک‌آور بود و باتون و یعنی پلیس اجازه نداد بیشتر از این بشه، ولی هرگز تیراندازی نشد. تعداد دستگیری هایی که بود یه تعداد بعد از چند روز آزاد شدن و شاید اون کسانی که بسیار تحقیق کرده بودن و شواهد نشون میداد بعد از دو سه ماه آزاد شدن. حالا همین مسئله رو شما در جمهوری اسلامی ببینید، مردم مسالمت آمیز آمدن بیرون در فاصله سه روز، یعنی همون چیزی که مثلا در سال 47 اتفاق افتاده بود. بیش از 1500 نفر کشته شدن در کف خیابان ها، هزاران نفر دستگیر شدن و چه بلاهای سرشون آمد و تعداد زیادی اعدام شدن که ما اندکیشون رو میدونیم. یعنی شما چه در زمینه اقتصادی این مقایسه بشه و چه در زمینه اجتماعی که اتفاقا چند روز پیش سالگرد به اصطلاح سال روز آبان سال 98 بود، من میخواستم یه مقایسه هم توی این زمینه بشه که واقعا از نظر اجتماعی چقدر تفاوت وجود داشت. بله بسیار متشکر. عرض کنم که چون مسئله اینجا قدرت خرید مطرح هست، همونطوری که جناب علی دست اندر کار اقتصادی هستین، اگر واقعا این مقدار نقدینگی، مقدار پول در گردش در اختیار مردم که بعد منجر به تورم میشه، این نرخ تورم هماهنگ باشه با افزایش حقوق کارگران یا برعکس حقوق کارگران یا حقوق همه کسان دستمزد بگیر هستن، درست به اندازه تورم بره جلو، بنابراین قدرت خرید یک فرد به طور متوسط تغییر نمی کنه. یعنی همون مقداری که قبلا میتونست خوراک تهیه کنه و مسکن و غسل و آزا اون فرق نمی کنه. ولی اشکال کار در این است که این دوتا هر روز به روز از هم داره فاصله میگیره. یعنی تورم با یه نرخ بسیار شدید میره بالا، در صورتی که افزایش حقوق به کندی صورت میگیره و در بعضی مواقع اصلا تورم همراه با از افزایش حقوق نیست. میخواستم شما در این زمینه خیلی کلی و خلاصه بفرمایید. بله ببینید، درست شما درست میفرمایید، میبایست افزایش حقوق هماهنگ باشه با نرخ تورم، ولی این به شرطی این میتونه تحقق پیدا کنه که شما رشد اقتصادی دونم هماهنگ باشه. در کشورهایی که در کشورهای توسعه یافته یا حتی کشورهای در حال توسعه یا همون چیزی که ما تا قبل از سال 57 داشتیم، وقتی رشد اقتصادی ایران بالا بود یعنی اشتغال بالا بود و نرخ تورم اولا از رشد اقتصادی نمیتونست پیشی بگیره، هیچ وقت نبود. ما به اصطلاح نرخ رشد اقتصادی نرخ تورم دو رقمی نداشتیم، همیشه نرخ تورم ما در قبل از سال 57 تک رقمی بوده و به خصوص تا فقط یکی دو ساله آخر بود که یه مقدار نرخ تورم رسیده بود به 8-9%، ولی در قبلش کمتر بود. در نتیجه افزایش حقوق وقتی که صورت می‌گرفت این پوشش می‌داد و تازه افزایش حقوق در بسیاری از سال‌ها تا قبل از 57 بیش از نرخ تورم بود، برای اینکه وقتی که وضعیت مردم بهتر میشه و مردم احساس میکنن شرایط بهتری رو دارن، این به این معناست که افزایش دستمزد یا حقوقی که میگیرن بیش از نرخ تورم هست در کشورهای پیشرفته. به همین شکل ایران داشت همین گام ها رو برمیداشت. من اینجا یه نکته رو اشاره کنم، تنها کشوری که از سال 57 یعنی از زمانی که اینا قدرت رو گرفتن از سال 58 نرخ تورم دو رقمی داره تا به امروز ایرانه. شما هیچ کشور دیگه رو نمیتونید در جهان پیدا کنید که 42 سال نرخ تورم دو رقمی پیوسته داشته باشه. بعضی از کشورها حالا نرخ تورمش دو رقمی بوده، ولی مثلا بعد از 4 سال یا 5 سال یا 6 سال
توانستن مثلا نرخ تورم رو برسونن چندین سال به تک رقمی. ولی در جمهوری اسلامی در تمام این سالها نرخ تورم ایران دو رقمی بوده و رشد اقتصادی ایران هم هیچگاه نتونسته بالای 7% یا 8% برسه و تازه این بعضی از سالها هم که اینطوری شده علتش این بودی که یه دفعه نفت گرون شده و این هیچ ارتباطی با اون اقتصاد واقعی که باید سرمایه گذاری بشه در اون جامعه اشتغال ایجاد بشه و صنایع و بخش خدمات اون جامعه و کشاورزی جلو بره اینها نبوده. در نتیجه خب این روشن هست دیگه، اینا مجبورن برای کمبود بودجه از اونجایی هم که دولت یک دولت بسیار بزرگی هست، یعنی همه چیز در دست دولت هست، دولت بسیار بزرگی هست با هزینه‌های زیادی می‌بره و این برای کار این کار خودش مجبور هست که اصطلاحاً پول بدون پشتوانه، یعنی پولی که بدون اینکه رشد اقتصادی باشه چاپ بکنه و تبدیل به این میشه که نرخ تورم بالای 40%، بالای 50% الان رسیده و وضعیت مردم به این شکل داره. بله، البته وقتی میفرمایید نرخ 50% یعنی در واقع قدرت خرید یک کارگر نصف شده با همون درآمدی که قبلا داشته. وقتی میگیم تورم 50% یعنی واقعا نرخ. حالا به این مسئله برمیگردیم. بازم عرض کنم که یه عده‌ای معتقد هستن که یه مقداری اشکال کار بعد از اینکه ما دوچار این نرخ تورمی دو رقمی شدیم برای مدت 42 سال، برای تغییر سیستمه و عده‌ای معتقد هستن که ما بهترین راه این است که ما برگردیم به همون سیستم روز قبل از رویداد 57، یعنی مشروطیت. حالا اینو چون الان زیاد به بحث ما ارتباط نداره، من میگذارم که اگر آخر فرصتی شد در این زمینه بحث بکنیم. ولی اون چه که الان مورد بحثه و بسیاری از بینندگان همیشه بعد از برنامه ها اعلام میکنن که خب این مسائلی که شما دارین مطرح میکنین که وضع جمهوری اسلامی در چه حاله، اینها حکومت استبدادی هستن و بقیه مطالب ما هممون میدونیم اینو، ولی به نظر شما چه راه حلی برای این کار وجود داره که راه حل ارائه بدین؟ حالا همونطوری که میدونین شاهزاده رضا پهلوی برای راه چاره آمده یک دستورالعملی یا پیشنهادی، هر چی اسمش رو بخوام بذاریم، به اسم پیمان نوین مطرح کرده. حالا خوشبختانه در واقع در این پیمان نوین پاسخ تمام ایرادهایی که گروه های دیگر سیاسی، مکتب های سیاسی می گرفتن به نظام مشروطه پادشاهی، اینها رو در واقع پاسخ داده ایشون و راحل ارائه داده. به همین علت هم است که میبینیم تقریبا تمام گروه های مبارز با این پیمان نوین هماهنگ هستن، ولی متاسفانه بعضی هنوز هم که هنوزه به دنبال بهانه میگردن و عنوان میکنن که خب بله این مطالب از نظر نوشتاری بسیار درسته، ولی خب ما چه تضمینی باید داشته باشیم در آینده که دو مرتبه حکومت استبدادی بر نمیگرده و یا اینکه ایشون باید بیاید از مثلا پدر و پدر بزرگش راجع به روش اداریشون، روش حکومتیشون انتقاد بکنن و اینا رو به معرض نمایش عموم در بیارن. حتی بعضی از این دوستان ما یا هموطنان ما معتقد هستن که ما بایستی در دو جبهه برای آزادی بجنگیم، یکی جبهه عرض کنم که اسلامی و یکی جبهه پهلوی. میخواستم البته در این زمینه صحبت زیاد، میخواستم شما خیلی خلاصه نظرتون رو در این زمینه بفرمایید. جناب دکتر نصر، برای این که کشور ما نجات پیدا بکنه و اون مردم از اون وضعیت فلاکت و واقعا چی بگم دیگه، تمام این آمارها، همه این شواهد، حتی آمارهای بین‌المللی داره نشون میده که در اون مملکت فلاکت و کیفیت و وضعیت زندگی چگونه هست. دیگه دارم میبینم که ما چقدر
افراد هستن که در سطح‌های زباله دنبال غذا می‌گردن. اینا به جای این که به دنبال نجات مملکت و نجات کشور باشن، متاسفانه همونطوری که شما فرمودید میگن که در دو جبهه، ولی اونهایی که این حرفو میزنن عملا دارن در یک جبهه میجنگن، و اون هم این که اینها همراهی میکنن با جمهوری اسلامی، در حرف از آزادی و حقوق بشر میزنن، ولی در عمل در جهت این هستن که نیروهایی که میخوان با همدیگه هماهنگ بشن و این رژیم رو شرش رو کم بکنن، و همینی که شما فرمودید میگن اینها با به اصطلاح میخوان دو مرتبه پادشاهی رو برگردونن، یا نیروهایی هستن که با شاهزاده رضا پهلوی میخوان همکاری بکنن. به این چیزا نباید واقعا توجه کرد، و اینها ماهیتشون رو شده این اشخاص، اینها ضدیتشون با خاندان پهلوی و با آزادی و با دموکراسی آشتی ناپذیره، و به این بهانه میخوان این رژیم رو تداومش رو سرپا نگه دارن، در حرف از دموکراسی میزنن. و اینی که شما فرمودید چه تضمینی، ببینید در تمام صحبت‌هایی که طی این 30 ساله ایشون کردن و مصاحبه ها، میزگرد ها، اینها همه بیانگر این هست که هدف اول ایشون و بسیاری از مشروط خواهان دموکرات ساختار و یک نظام دموکراتیک در اون جامعه هست. بنابراین بزرگترین تضمین این هست که طی سالیان دراز دارن نشون میدن که آقا میخوان تو مملکت دموکراسی پیاده بشه، و بعد هم استدلالشون این هست که آقا خمینی هم از این حرفا میزد. خمینی هیچ وقت از این حرفا نمیزد. خمینی همیشه چند نفر کنار دستش بودن، بهش یاد میدادن که چه کار بکنه، و متاسفانه بلایی که سال 57 سر ما آمد این بسیار وحشتناک بود. و من اگر فرصت بشه یه مقایسه میکنم جنبش مشروطیت و انقلاب مشروطیت ما رو با اون چیزی که در سال 57 به سر ما آمد. این است که به این حرفا نباید واقعا توجه کرد. اینا عواملی هستن نه تنها ترمز کننده که هیچ، بلکه مخرب هستن. کاری رو که اینها میکنن از نظر من تخریبشون بیش از جمهوری اسلامی، چون خود جمهوری اسلامی مشخص است، و اینها در لوای آزادی خواهی جلو هر گونه ائتلاف، جلو هر گونه پیشرفت رو برای براندازی با حالا سنگ اندازی یا با نوشتار یا با هر چی میخوان بگیرن، و اصلا نباید توجه کرد. نیروهایی که واقعا میخوان اون مملکت نجات پیدا بکنه، اون ملت نجات پیدا بکنه، باید با هم هماهنگ بشن. بخشی از کوتاهی های فردی را کنار گذاشته بشه، و اون خواست اساسی که نجات اون مملکت هست و جاش استقرار دموکراسی هست، این و مهمتر از هر چیز باقی ماندن اون مملکت در همین چارچوبه که وجود داره، یعنی روی این چند مسئله کوچکترین شکل تردیدی نباید وجود داشته باشه. این اصل ساختاره. حالا شکل نظام چگونه میخواهد باشد اون دیگه ملت ایران در آینده تعیین خواهد کرد. بله، همونطوری که اشاره فرمودید، ایشون بارها در این بیانیه خودشون در پیمان نوین و همینطور بارها پیش از اون این مسئله رو عنوان کردن که مهم عبارت هست از محتوای نظام، نه شکل نظام. بنابراین محتوای نظام که حاکمیت مردم هست، اون باید ملاک کار قرار بگیره، و بعد شکل نظام بسته به نظر مردم در یک همه پرسی باید مشخص بشه. اینو در این صورت گفتن.
حالا با توجه به این پیمان نوین که شما راجع به اتحاد و همبستگی که اساس کار این پیشنهاد در پیمان نوین هست، حالا من یک سوال خدمتون دارم. آیا اگر با همه این گرفتاری‌هایی که وجود داره بین این نیروهای مبارز خارج از کشور اتحاد و همبستگی به وجود اومد با همه سنگ اندازی‌هایی که مخالفین می‌کنن، آیا فکر کنین این شرط لازم که اتحاد و همبستگی هست به خودی خود شرط کافی هم برای براندازی هست یا نه؟ یا اینکه علاوه بر اینکه این اتحاد و همبستگی باید به وجود بیاد، باید راه‌های دیگری مثل بسیج عمومی، اعتصابات سراسری، اعتصاب سراسری غیر از اون چیزایی که به وسیله خود رژیم مهندسی میشه، اعتصاب سراسری واقعا اصیل، آیا اونها ضروری هست یا خیر و میتونه شرط کافی باشه یا خیر؟ خیلی ممنون میشم. به طور قطع ضروری هست. این اتحاد وقتی به وجود بیاد میبایست سازماندهی بشه، برنامه ریزی بشه، دارای یک استراتژی یا استراتژی‌های مرحله‌ای باشه و بعد بر اساس اون باید تاکتیکاش اتخاذ بشه. یه چیز طبیعی است. فقط این که به اتحاد برسن کافی نیست، باید برنامه ریزی بشه، باید سازماندهی بشه، و این نه تنها چه در ایران و چه در خارج از کشور که میبایست ارتباط تنگاتنگ با همدیگه داشته باشن، باید استراتژی مشخص باشه در هر مرحله، همینطور که شما فرمودید، مثلا اعتصابات و این که چگونه این اعتصابات باید هماهنگ بشه با هم دیگه، بتونن این ارتباطات سازماندهی شده وصل بشه به وجود بیاد. بخشیش میتونه از خارج از کشور صورت بگیره به دلیل شرایط بسیار استبدادی و فاشیستی که در ایران هست. ممکنه همه این تشکیلات ها اگر با هم دیگه وصل بشن، اگر یکیشون ضربه ای و یا صدمه ای بخوره، این به همه سرایت بکنه، در حالی که میشه بخشی از این ارتباطات سازماندهی شده رو از خارج از کشور به اصطلاح وصل کرد و عمل کرد. حتما باید اینطور باشه جناب دکتر. پس ما باید در دو جبهه باید بجنگیم، منظورم بر علیه نظام هست. یه جنبه روانی جامعه هست که خوشبختانه اگر نیروهای اپوزیسیون واقعی، اپوزیسیون برانداز با هم بتونن این هماهنگی رو به وجود بیارن، برنامه‌ریزی کنن، این جبهه روانی جامعه به سرعت میتواند به سمت این نیروها بیاد. یعنی مردم ایران از این رژیم سالهاست گذشتن و از روش رد شدن، هیچ اعتمادی بهش ندارن، نه تنها اعتماد ندارن بلکه تنفر دارن، فقط منتظر هستن که یک تکیگاه پیدا کنن. معلومه شاهزاده رضا پهلوی در ایران شناخته شده است، ولی ایشون به تنهایی بدون یک تشکیلات، بدون یک سازماندهی، بدون یک برنامه ریزی نمیشود کاری کرد. میبایست نیروهای برانداز، آزادی خواه، دموکرات که اون سرزمین رو دوست دارن، به اون سرزمین عشق می‌ورزن و به اون ملت، باید این هماهنگی رو به وجود بیارن، این سازماندهی رو بکنن. شکی درش نیست، در این جبهه به سرعت مردم به سمت این نیروها خواهند آمد. و بعد اون موقع مسئله اساسی که این رژیم چگونه باید اون ضربه نهایی رو زد، در اون موقع هست که می شود این کاری. بسیار متشکر. عرض کنم که همطور که اطلاع دارین مدت هاست مردم در همین شعارهای کف خیابونشون اعلام کردن که اصلاح طلب، اصولگرا، تموم ماجرا، ولی باز هم داریم میبینیم که عده آمدن از اصلاح طلبان به عنوان راه حل سوم مسئله دارن مطرح میکنن.
حالا البته راه حل سوم به دو جور تعبیر میشه، یکی این که نه اصولگرا نه عرض کنم که اصلاح طلب یه راه حل دیگری، ولی عده‌ای معتقدن که منظور این است که غیر از جمهوری و غیر از نظام پادشاهی روش دیگری به اسم راه حل سوم یا راهکار سوم مطرح بشه و خب از الان شروع کردن تبلیغاتی برای خودشون به عنوان ریاست جمهوری و امثال هم. میخوام ببینم نظر کلیتون چیه راجع به این برنامه ها که به نظر بنده بیشتر مهندسی شده است تا اینکه به صورت طبیعی باشه. خیلی ممنون میشم. بله، منم به نظر من هم این مهندسی شده است. اینها اگر شخصیت هایی که شروع کردن به این یا کسانی که شروع کردن به این مسئله گفتن، اینها در طی این 40 سال گذشته یا یعنی از زمان جمهوری اسلامی همیشه با یک جناحی از رژیم بودن، همیشه ما بین بد و بدتر گفتن به مردم برید بد رو انتخاب کنید. خودشون در انتخابات ها به خصوص بیدینانشون، یعنی حالا اون دیندارانشون که جدا، با افتخار می اومدن جلو دوربین می ایستادن و می رفتن در انتخابات شرکت می کردن، در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس نظام. الان همونطوری که شما الان گفتی، مردم از اصولگرا و اصلاح طلب و از همه اینا گذشته و نه تنها از اینا گذشته، بلکه با شعارهای خودشون، با گفته های خودشون دارن میگن آقا دشمن اصلی ما همینجاست، این سالها دروغ گفتن به ما امریکاست. در نتیجه وقتی که ملت گذاشته باشه اینها دیگه الان شاید میبینن به اون شکل سابق، گویی که الان یه همچین چیزی هم حتما رژیم دو مرتبه مثلا یک پاسداری رو خواهد آورد و بعدم اون طرف دیگه باز یه نفر دیگه میاره که اون هم امنیتی و اطلاعاتی و پاسدار و جز آدم کشان بوده. یعنی همه اینا با هم دیگه سراتر یک کرواسن، حالا چه اصلاح طلبش و اصولگرا اینا، حالا تازه یه ساز دیگه ایران دارن سر میکنن، میگن ما انتخابات موازی انجام بدیم، یعنی یه تعداد از خودشون رو کاندید کنن و مردم از طریق به اصطلاح سیستم های مجازی به اینها رأی بدن. این باز به نوعی کشیدن مردم در جمهوری اسلامی پای انتخابات است. خوشبختانه چهرهای اینها برای مردم شناخته شده است، طی این سالهای طولانی مردم اینها رو میشناسند، ولی با تمام این احوال میبایست اینها رو افشا کرد و گفت اینها دوباره دارن نقشه دیگری میکشن که شما رو در دوره که انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری جمهوری اسلامی هست، شما رو دو مرتبه بکشونن پای انتخابات، منتها انتخاباتی که اینها رو انتخاب بکنید به طور مجازی که سالها همکار و همپیمان و هم راه این رژیم جانی و جنایتکار بود. بله، همطوری که به طور ضمنی اشاره فرمودید، از هم اکنون کسانی که همیشه به دنبال حمایت از این جمهوری اسلامی از این رژیم بودن، الان دو مرتبه اومدن وارد میدان شدن، مشخصا آقای فرخ نگهدار و بعدم آقای بهنود، که از الان آماده کنن، تبلیغ کنن برای انتخابات. خب ملاحظه کنید که الان مردم اگه در اختیار خودشون باشه، خب مسلم پای صندوق رای نخواهند رفت، اکثر گرد لاغل اونطوری که شما و من برداشت داریم، ولی دو مرتبه اینها اومدن از الان شروع کردن برای تبلیغ به نفع رژیم برای انتخابات. یعنی مشروعیت غیر مستقیمی که اینا میخوان پیدا بکنن، همین تعداد مردمی هستن میرن پای صندوق و بیشتر تشویقشون این است که مردم ببرن پای صندوق و بتونن یه مشروعیتی بگیرن. میخواستم ببینم که به نظر جنابعالی چه راه حلی وجود داره که با این به اصطلاح دسیسه‌ای که اینها دارن مبارزه کرد. حالا ضمناً میخواستم، چون وقت ما کمه، در ضمن این صحبت راجع به یک مسئله کلی‌تر
و اون این است که نقش چپ یا به خصوص حزب توده در ظرف این مدت برای انقلاب یا شورش 57 چه بوده و الان چه نقشی اینا دارن، مثل آقای فرخ نگهدار و همسارم. البته پرسش خیلی زیاده ولی من خیلی خلاصه میخوام نظرتون رو بفرمایید. خواهش می‌کنم. البته ببینید این چهره‌هایی که الان شما اسم بردید و این افراد، اینا برای مردم شناخته شده هستن. حالا غیر از شناخته شدن، اصل مسئله این هست، در انتخابات مجلس گذشته مردم نشون دادن که دیگه پای این انتخابات نخواهند رفت. در یعنی حتی یک بار روزنامه خودشون خبرگزاری ایسنا برداشت نوشت 19% در سراسر ایران شرکت کردن و در شهرهای بزرگ به خصوص تهران رقم بالای 5% هم نبوده و اینها بعد از کلی چند روز تأخیر و این ور اون ور بالاخره توافق کردن که 42% بگن، در حالی که گفتم خبرگزاری رسمیشون که وابسته هم هست به نهادهای سپاه و امنیتی اعلام کرد 19%. حالا مردم نخواهند و این شناخته شده است. حالا جالبه، من خیلی کوتاه بگم، این آقای بهنود اولا که خب ایشون یار و دوست آقای رفسنجانی بودن و در یک مصاحبه جدیدن گفتن، میگن که ما در دهه یعنی خودشون میگه من در دهه 60 نمیدونستم دارن اعدام میکنن. خیلی جالبه، ایشون به عنوان روزنامه‌نگار و مقاله نویس در روزنامه های اون مملکت که در دوره جمهوری اسلامی هم همچنان می نوشتن و نقش داشتن و در روز هر روز به خصوص حالا از اون سال از بهمن 22 بهمن 52 تا لااقل مهر و آبان سال 60 هر روز این روزنامه ها داشت تعداد اعدامی ها رو می نوشت و به خصوص از خرداد پایان و خرداد سال 60 روزانه شاید 400 نفر 500 نفر تو روزنامه ها بود و خود ایشون مثل این که فراموش کردن روزنامهش هست که در سال 57 مقاله ای نوشتن که باید پرویز نیک‌خواه اعدام بشود. ایشون خواهان اعدام پرویز نیک‌خواه بودن. پرویز نیک‌خواه مگه چه کرده بود تو اون مملکت که شما خواهان اعدامش بودید؟ اینه که این چهره ها شناخته شده هست. و بعد هم من یه چیز دیگه بگم جناب نصر، حالا چه این جماعت زنده باشن و یا نباشن، این رژیم فرو خواهد پاشید. اسناد وزارت اطلاعات این رژیم بیرون خواهد آمد، همه اینها در تاریخ ثبت خواهد شد و مردم خواهند فهمید که چه کسانی چه نقشی داشتن در این سیستم. سازمان های مخوفی مثل کاگابه، گشتاپو، اشتازی آلمان شرقی، تمام اسناد مدارک و تمام کسانی که با اونها همکاری کردن نقش داشتن در این جنایت ها، حالا چه مرده بودن چه زنده بودن، اسامیشون بیرون آمد. اینها نباید شک بکنن یک روزی این اسناد به طور قطع بیرون خواهد آمد. آره، بسیار متشکرم. عرض کنم که من یه سوالی دارم که دو بخش، حالا هر گونه خواستین جناب‌عالی نظرتون بفرمایید. یکی این مسئله علم کردن جدید زبان مادریه و بعد ادهی حتی اومدن رسما عنوان کردن که ما میتونیم ایران رو به چند منطقه اقتصادی شمال و جنوب تقسیم بکنیم، منجزن آقای آهی کرده این کارو. عرض کنم که و در شمال زبان رسمی ترکی و روسی و البته فارسی هم داشته باشیم و در جنوب هم زبان عربی و انگلیسی و فارسی داشته باشیم و وسط هم منطقه بیطرف باشیم. این درست همون داستان قرارداد 1907 که بین روس و انگلیس ایران تقسیم کرده بودن.
حالا این از یک سو که واقعا من نمیدونم چه، نمیخوام بگم شهامت، ولی واقعا چه بی‌پروایی هایی دارن که اینا در این بحبوحه‌ای که همه ما احتیاج به یگانگی و اتحاد داریم میان این مسائل تفرقه انگیز رو مطرح میکنن. همگام با این، حالا شاید سوال خیلی طولانی باشه، همگام بر این داریم میبینیم که مدیریت گذار اون چیزی که قبلا اعلام کرده بود الان مثل که هیچ مسئله دیگری ما در سطح اپوزیسیون نداریم، آمده دو مرتبه تقسیمات کشوری رو مطرح کرده که ما چندم 13 ایالت داشته باشیم، 3 تا استان داشته باشیم و یه منطقه خود مختار. ما الان مسئلهمون تقسیمات کشوری نیست و بعدم من و شما و هر کسی دیگر نوعی ما چه صلاحیتی داریم الان که بخوایم مسئله تقسیمات کشوری رو مطرح بکنیم؟ این مربوط به اون سازمانی است که براندازی رو انجام میده و مملکت نجات میده. خب در اون موقع کارگزاران خودشون بسته به اون چی که مورد تایید همه مردم باشه تقسیمات کشوری رو انجام میدن. اینا این برنامه ها جز ایجاد تفرقه که واقعا اینا مهندسی شده است، هیچ نتیجه دیگری نداره. این زبان مادری و این تقسیم استانها به ایالت به از نظر قومی، من اصلا نمیدونم چگونه اینا توجیه میکنن که افراد مثلا جمعیت تهران رو که از همه گونه دوستان ما در هموطنان ما در اونجا وجود دارن، چه کسانی که با لهجه آذری صحبت میکنن یا اصفهانی یا بلوچستان، اینا رو بخوان تقسیم کنن بگن مثلا استان اصفهان چه نوع قومی وجود داره، یا در حال بعضی جاها ممکنه راحت تر گفته بشه. حتی فرد بفهمید در مثلا آذربایجان، در تبریز استان آذربایجان که ایشون همه رو اومده با هم مخلوط کرده، منظورم از ایشون شخص آقای شریعت مداری در مدیریت گذار، چگونه میشه مردم رو تفکیک کرد از همدیگه؟ قربان، حالا این دوتا رو جنابالی خیلی خلاصه نظرتون رو بفرمایید قربان، هم در مورد زمان هم در مورد تقسیمات کشوری. همونطوری که شما گفتید، بسیاری از این مسائل چیزهایی هست که باید در مجلس مؤسسان اون مملکت باید به تصویب برسه، تقسیمات کشوری چگونه باشه و بعد مسائل به اصطلاح زبان باید چگونه باشه. ببینید، هر کشوری و هر جامعه ای یک زبان مشترک و یا یه زبان رسمی داره. خب این مگر ممکنه در کدوم یک از این کشورهایی که چند زبانه هستن؟ الان خب شما که در امریکا هستید، ایالات جنوبی امریکا که با مکزیک هم مرزه، خب خیلی هاشون اسپانیولی دارن صحبت میکنن، ولی زبان رسمی زبان انگلیسی هست و تازه وضعیت اونجا با ما بسیار متفاوته. یعنی این مسائل رو باید در اون زمان، آخه من نمیدونم مثلا چگونه ممکنه الان این همه مشکل و مسائل هست، یعنی باید این رژیم برود تو مملکت یه آرامشی به وجود بیاد، بعد از الان بگیم آقا در جنوب زبان انگلیسی و عربی و فارسی، که تازه خوزستان، اگر ما ایشون منظورش خوزستان باشه، اکثریت جمعیت بختیاری هستن، اصلا مناطقی که چاهای نفت توش هست در بختیاری ها هستن، به جز آبادان که پالایشگاه هست. و این مسائل چیزی جز تفرقه من فکر میکنم نیست. معلوم هست که در دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بسیاری از این مسائل در آینده حل خواهد شد. من یه چیز دیگه ایرم بگم، همه این کشورهای پیشرفته جهان الان کانادا رو تاریخ 200 سال قبلش رو نگاه بکنن، همین دوستان ببینن، البته میدانن وقتی که فرانسوی ها و انگلیس ها آمدن، یه بخش فرانسوی یه بخش انگلیس ها گرفتن، مردم محلی اونجا رو قتل عام کردن، نابود کردن. توی خود همین ایالات متحده امریکا هم همینطور. این فرانسه اگر تاریخ قرون وسطاشو بخونن، مرکز قتل عام زبان هاست و بسیاری از زبان ها از بین بردن. ما در مملکتمون چنین چیزی نداشتیم، همیشه هر استانی به همون نام خوانده می شده و همون رادیو داشته، تلویزیون داشته. به هر حال
من فکر میکنم این مسائل چیزایی است که ما در مجلس مؤسسان باید به تصویب برسه که چگونه باید باشه. الان این بحثا جز تفرقه افکندن من فکر نمیکنم چیز دیگری بوده. بله کاملا صحیحه و البته اینا شاید با همین هدفی که اشاره فرمودی دارن این کار رو میکنن. حالا یک سوال کلیتر من خدمتون دارم، رابطه پرسش ها زیاده ولی میخواستم خواهش کنم که همونطوری که میدانی الان یک سری عواملی هستند یا مرئی یا نامرئی که در واقع دستور از اطلاعات رژیم میگیرن، اینها دارن تبلیغ میکنن که اگر این سرنگونی رژیم صورت بگیره مملکت دچار هرج و مرج و آشوب داخلی و جنگ مسلحانه و تجزیه ایران میشه و برابر این ما بایستی حتی المقدور از این کار جلوگیری کنیم. خلاصه میخوام بگن که چون شما آلترناتیوی وجود نداره بنابراین ما حالا باید اینجا سر کار باشیم تا یه روزی اگر خودمون نیت کردیم خارج بشیم. در صورتی که همینطوری که در پیمان نوین آمده واقعا اگر همه با هم متحد باشن میتوانن حتی بدون جنگ مسلحانه با نافرمانی مدنی که البته باید تعریفش مشخص بشه، نافرمانی مدنی هم به صورت مطلق خیر با حق دفاع و شرایطی داره دیگه قربان، بنابراین بدون مشکلی پیش بیاد اون موقع میتونن مردم خودشون حکومت رو ساقط کنن بدون اینکه این مسائلی که به صورت سوری و خیالی اینا داره به مردم تبلیغ میکنن اینا مطرح باشه. خیلی ممنون میشم اینا بررسی بکنم. بله جناب دکتر نصر، اون چیزی که عامل این وضعیت نه تنها ایران بلکه در منطقه خاورمیانه شده جمهوری اسلامی هست. اینها میگن آقا ممکنه ایران هم سوریه بشود یا عراق بشود یا افغانستان، تمام اینها رو جمهوری اسلامی باعثش بوده. من یادم سالها پیش و حتی خود شما چندین مورد گفتید اینها با طالبان سرکار دارن، اون موقع هنوز این مسئله روشن نشده، الان مشخصه که اینا از همون ابتدا با طالبان ارتباط داشتن و بعد مسئله سوریه رو که این دیگه روشن هست اینها به وجود آوردن. اگر این حکومت تداوم پیدا بکند احتمال این که ایران دچار درگیری های داخلی بشه خیلی بیشتر از این هست که این رژیم سقوط بکنه. چنین چیزی اتفاق به نظر من معلومه، هر تغییری در جامعه یه شروعی های نارامی های رو به وجود میاره، اما این به مفهوم این نیست که ایران سوریه بشه، چون عامل سوریه شدن، عامل این که عراق به این روز افتاد، عامل اصلیش جمهوری اسلامی بوده. وقتی این عامل از بین بره چه کسی میخواد ایران رو به اون وضعیت به اصطلاح بیاره یا اون شرایط رو وجود بیاره؟ مهمتر از این، مردم ایران در طی قرن‌ها نشون دادن که چگونه هستن، بسیار متفاوت با جاهای دیگر. حتما نارامی‌های به وجود میاد، اما این به معنای این که ما مثل سوریه یا عراق دچار جنگ داخلی بشیم من چنین چیزی رو باور ندارم. بله بسیار متشکر، چون وقت ما تمام هست با سپاسگزاری بسیار خدمتون بدرود عرض میکنم تا برنامه های بعدی. خیلی متشکر، در برنامه تشویقی سپاسگزاری بدرود. بینندگان عزیز چون وقت ما تمام هست تقاضا میکنم که اگر نسبت به بیانات جناب جهانگیر لقایی یا عرایض بنده نظری پیشنهادی یا انتقادی داشته باشین لطف بفرمایید به این تلفن هایی که روی صفحه ملازم بفرمایید، تلفن 650-619-7623 و تلفن 832-277-7748 لطف بفرمایید پیام بگذارین، در اولین فرصت خدمتتون تماس گرفته خواهد شد. بدرود، چون وقت تمام هست من مجددا خدمت بینندگان بدرود عرض میکنم. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران.
بستر دلاوران، خاک مهربان، گهواره آزادگان. نوجوان ما بین نهال جاودان، نیک بدان دشمنان، جهل و زهر و کین همی پراکنن. این چنین مرگ و فرفشانن چون تیر آتشین، ما میخواهیم آزادی. جهد ما بسا میدهد به ما نبی، شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی. از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم، از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزیم. در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم، ما